شماره گذاری خودکار ریکوردها. برای انجام این کار ابتدا در دیزاین ویو یک جدول ایجاد میکنیم. در قسمت ریبون ها روی سربرگ کرییت کلیک چپ میکنیم. در گروه تیبلز روی تیبل دیزاین کلیک میکنیم. در این قسمت برامون یک جدول ایجاد شد. در فیلد نیم به زبان فارسی شماره رو تایپ میکنیم. فیلد بعدی نام رو تایپ میکنیم. فیلد بعدی نام خانوادگی رو اینجا تایپ میکنیم. برای آیدی یا شماره نوع داده رو اینجا اتو نامبر معرفی میکنیم و برای نام و نام خانوادگی نوع داده رو شورت تکست وارد میکنیم. انگامی که یک فیلد رو از نوع داده اتو نامبر انتخاب میکنیم، به صورت خودکار یک عدد صحیح رو به صورت سعودی یعنی increment، اینجا اگر new value رو در ناحیه field properties سربرگ جنرال اینجا مشاهده کنید، در جلوی کادر new value یعنی متغیر جدید از ویژگی increment یا افزایشی یا سعودی استفاده کرده. نرم افزار access هم به صورت کاملا خودکار یک عدد صحیح رو به صورت سعودی به هر یک از ریکورد های جدول اختصاص. به دیتا شیت برمیگردیم، روی سربرگ هوم کلیک چپ، اینجا بعد از اینکه ذخیره میکنیم دکمه یس رو میزنیم، به دیتا شیت برمیگردیم و نام جدول هم تیبل 3 ذخیره میکنیم. اینجا همونطور که مشاهده میکنید شماره، نام و نام خانوادگی. نام رو اینجا من میام تایپ میکنم، میذارم محمد. ببینید خودش برای من اینجا اومد عدد 1 رو وارد کرد. ریکورد بعدی علی رو میذاریم، میریم ریکورد بعدی میذاریم سوسن، میریم ریکورد بعدی میذاریم مریم، میریم ریکورد بعدی میذاریم شایان. ببینید همینطور که من دارم ریکورد ها رو ایجاد میکنم، اعداد 1, 2, 3, 4, 5 داره برای من به ترتیب سعودی تکرار میشه. اگر یکی از ریکورد ها رو اینجا من انتخاب کنم، 3 رو من میام اینجا انتخاب میکنم، در این قسمت حاشیه کلیک راست میکنم، یک شورتکات منیو ظاهر میشه و دیلیت ریکورد میکنم، یعنی این ریکورد رو میام پاک. اینجا از من پیغام میده و روی یس اینجا کلیک میکنم. دیگه ببینید 1, 2, 3 از بین رفت، 4, 5. حالا اگر بیام بعد از فیلد شایان ریکورد جدید اضافه کنم، اسمشو اینجا میذارم محمد تقیب. حالا اگر باز برم ریکورد بعدی، میبینید که 6 برای من ایجاد کرد، دیگه نیومد اون 3 رو برای من ایجاد کرد. از یک روند افزایشی استفاده کردیم. گاهی اوقات از یک حالت رندوم یا تصادفی میخوایم استفاده کنیم. برای انجام این کار مجدداً به نمای دیزاین ویو برمیگردیم. اینجا اگر ملاحظه کنید در برابر نیو ولیو اینکریمنت رو میتونیم تبدیل به رندوم یس رو میفشارم، وارد نمای دیتا شیت میشم. حالا اگر اینجا بعد از محمد تقی بخوام یک نام دیگر رو وارد کنم، مثل فرزانه، یه نام رو اینجا وارد میکنم و به سمت ریکورد بعدی میرم، برای من اومد یه همچین عدد رندوم یا تصادفی رو ایجاد کرد. مجددا به نمای دیزاین ویو برمیگردیم.